به کانال یوتیوب یوسف فاربر خیلی خوش اومدین. یه مدل کلاسیک پرطرفدار میخوام بهتون آموزش بدم که خیلی از مشتری‌ها ممکن است شما درخواست کنن. ممکنه با خودتون بگید که آقا این مدل پومپادوره؟ نه عزیزم، پومپادور نیست. پومپادور مدلیه که جلوی موها پفدار رو به عقب میره. اما این مدل رو به عقب میره ولی در اندازه قد موی کوتاهه. ما برای اینکه زیادی جلوی مو کوتاه نشه میایم بغل و از بالا به صورت مثلث جدا میکنیم. ببینید، از هشتی کنار پیشونی به شکل مثلث جدا کردم، از بغل به بالا جدا نکردم. حالا میرم سراغ شونه 6 میلیمترم و دور تا دور سر رو با شونه 6 میلیمتر تخلیه میکنم. خیلی از مشتری‌ها از ما درخواست میکنن که آقا دور سر ما رو سفید نکنی یا با یه شماره بزن که سفید نشه. خب من اومدم از شماره 6 میلیمتر استفاده کردم چون تراکم موی ایشون خوبه، زیاده. پس میام از شماره 6 میلیمتر استفاده میکنم و دور مو رو با شونه 6 میلیمتر تخلیه میکنم. کاملا ماشین رو بالا پایین میکنم، چندین بار رو هر قسمت ماشین رو بالا پایین میکنم که موی کوتاه بلند نمونه و موها یک دست تمیز زده بشه. ممکنه برات سوال پیش بیاد آقا تا کجا بریم با 6 میلیمتر بالا؟ ببین عزیزم، از تکنیک کت و آرنج استفاده میکنم، یعنی تکنیک حرکتی، و مستقیم بغل رو میرم بالا. داخل قسمت بالای سر نمیرم، مستقیم بالا میرم و هرچی توی ماشین بیاد میزنم. به همین شکلی که میبینید، مستقیم یعنی مربع شکل رو به بالا حرکت میکنم و روی هر قسمت چندین بار ماشینو بالا پایین میکنم. در قسمت پشت سرم تا بالای بالا نمیرم، زیر تاج سر تا زیر تاج سر بالا میرم، چون میخوام پشت سر کاملا تخت نشه و روند افزایشی داشته باشه در قسمت تاج سر. حالا ممکنه سوال برات پیش بیاد که آیا فقط با همین 6 میلیمتر دور سر تخلیه میکنی؟ نه، به خاطر اینکه یه روند افزایشی بغل سر داشته باشیم و یه سایه خوشگلی دور سر بیفته، البته سفید نمیخواد بشه، میخواد یه مقدار سایه باشه، میام از شونه 4.5 میلیمتر استفاده میکنم و اون اهرم بغل ماشین رو باز میکنم که بهش میگن گارد. 1 میلیمتر اون به ما فضا میده و 4.5 هم شونه ماست، رو هم دیگه میشه 5.5 میلیمتر و میرم تا زیر 6 میلیمتر بالا. شونه اولی که بازی کردم چی بود؟ 6 میلیمتر بود. الان 4.5 گارد باز میشه 5.5، میرم کارو وصل میکنم به 6 میلیمتر. بعدش که کارمون تموم شد با 4.5 گاردو میبندم و با خود 4.5 میرم تا زیر جایی که 4.5 گارد باز بازی کرده و اینجوری یه روند افزایشی رو انجام دادم. دوستان عزیزی که دارید این ویدیو رو تماشا میکنید، حتما اینو با دقت نگاه کنید، بعدش حتما باید برید تمرین کنید. اینجور نیست که ویدیو رو ببینید دوباره برید سراغ ویدیوهای بعدی. شما باید این ویدیو رو که دیدید بعدش تمرینش کنید، حالا رو سر دوست، آشنا، رفیق، هر جوری که تونستید این ویدیو رو بعد از تماشا تمرین کنید که یادش بگیرید و به هر نکته‌ای که میگم توجه کنید. اگر خودکار دفتری دارید بنویسید. خیلی مهمه که با دقت این ویدیو رو نگاه کنید. بعضی از هنرجوها به من میگن آقا این ویدیو رو ما تماشا کردیم ولی بعدش نتونستیم مثل شما این کار رو انجام بدیم و کار رو درست از آب در بیاریم. ببین عزیزم، شما باید با دقت نگاه کنید، باید یه دفتر کنار دستت باشه و بنویسی نکته ها رو، نکته های مهم رو بنویسی و بعدش چندین ساعت بعدش بری این کار رو انجام بدی. یا مثلا اگر شب این ویدیو رو دیدی، فردا صبحش بری یه مدل پیدا کنی و انجامش بدی، چون اگر تمرینش نکنی، انجامش ندی، یادت میره و انگار که هیچ فایده ای نداشته تماشای این ویدیو. پس حتما بعد از دیدن این ویدیو تمرین کنید. در ضمن کلی ویدیوی آموزشی آرایشگری توی کانال یوسف واربر هست که میتونید به رایگان تماشا کنید. هر مدل فیدی رو که بخواید آموزش دادم، هر مدل کلاسیکی رو که بخواید آموزش دادم، کراتین، فرمو
و میکاپ داماد، اصلاح داماد، اینا رو همه آموزش دادم و شما میتونید به صورت رایگان توی چنل یوتیوب من تماشا کنید. خب کارمون تموم شد با شونه 4.5، گذاشتیمش کنار. حالا میخواییم بریم سراغ خطوط. همونطور که دیدید اومدم با شونه دستیم یه مقدار روی خط شقیقه رو کم رنگ تر کردم و حالا قد خط شقیقه رو تنظیم کردم و با گوشه خط زنم میام و این هلال خط شقیقه رو درستش میکنم. حالا این سلیقه‌ایه، بعضیا میخوان یه مقدار خط شقیقه شون پهن باشه، بعضیا میخوان یه مقدار باریک بشه. شما با در نظر گرفتن سلیقه مشتری این کارو انجام بدید. دور گوشم تمیز میکنم، موهای اضافه رو میگیرم اما لختش نمیکنم، یعنی بالا نمیرم. رویش خط مو دور تا دور گوشو منظم میکنم و بعدش میرم سراغ خط گردن. بریم سراغ خط گردن. اگر گردن مشتری درشته، شما باید خط گردن رو یه مقدار جمع کنید که از اون درشتی گردن بکایید، کم کنید. اگر نرماله، خب نرمال بگیرید، زیاد داخل جمع نبریدش، جمعش نکنید. اگر هم خیلی گردن باریک و کوچیکی داره، شما میتونید خط گردن رو پهن بگیرید که گردن یه مقدار از باریکی در بیاد. اینم یه توضیح بود راجع به خط گردن که اگر مشکلی دارید برطرف بشه. خب میایم سراغ این قسمت و خط گردن این قسمت هم میگیریم. دوستان توجه کنید، اگر اون قسمت خط گردن رو بردید داخل، این قسمت هم باید ببرید داخل. یعنی اندازه باید باشه، قرینه همدیگه باشه، یکی بیشتر داخل نباشه یکی بیرون باشه، دو خطی که میان پایین موازی قرینه همدیگه باشن. بعدش که دو طرف رو خط گردن گرفتیم، میریم سراغ خط پایین و خط پایین رو میندازیم. دقت کنید شما یهو نرید بالا خط گردن رو بندازید. ببینید اینجاش مثلا سمت راستش یه مقدار پایینه، حالا درستش کردم، یه مقدار آوردمش بالا و تنظیم شد. اگر شما بیاید خط گردن رو خیلی بالا بندازید، اگه کم و زیاد بشه هی مجبورید بکشید بالا خط گردن رو. پس یک سانت پایین تر بگیرید خط گردن رو از جایی که باید باشه، که اگر یه مقدار کج و کوله بود، وقتی دارید صافش میکنید یهو خط گردن بالا نکشه. بریم سراغ خط شقیقه. یه مقدار روی شقیقه رو کم تراکم میکنم و بعدش قد خط شقیقه رو تنظیم میکنم. باید دقت کنم که این سمت خط شقیقه با اون سمت برابر باشه، یک اندازه باشه، یه طرف زیاد بالا نباشه یه طرف زیاد پایین، باید قرینه هم دیگه باشه. حالا میریم سراغ قسمت بالای سر. بالای سر رو کوتاه میکنیم و بعدش میریم سراغ کانکت کردن بغل به بالا. یه مقدار به بالای سر رطوبت میدم. بعد از اینکه رطوبت دادم، میام و یه لاین از وسط جدا میکنم. سیستمی که قرار کوتاه کنم سیستم لا انگشتیه، یعنی اوور فینگر. میام اندازه فاصله بین دو ابرو یه لاین، ببینید یک لاین فاصله بین دو ابرو، یک لاین از وسط به صورت عمودی جدا میکنم به همین شکلی که میبینید. این لاینو جدا میکنم. چون قد موها کوتاست، یه مقدارم موها موج داره، یه باید مو یه مقدار رطوبت داشته باشه که راحت‌تر بخوابه. حالا این قسمتم دوباره جدا کردم و همونطور که میبینید یک دسته به صورت عمودی از وسط جدا شده. از پشت سر شروع میکنم لیفت کردن، یعنی کشش و کات کردن کوتاهی. میام از قسمت پشت سر، تاج سر، سکشنم رو میگیرم، یعنی قسمت مو رو میگیرم، لیفت، کشش و برش 90 درجه نسبت به سطح سر، کششام 90 درجه نسبت به سطح سره. برشمو که دادم میرم جلوتر، دوباره لیفت میکنم و برش. حالا از اینجا به بعد یه مقدار کار افزایشی میشه. یعنی چی؟ یعنی یه مقدار جلوی موها بلندتره.
به همین شکلی که میبینید. زاویه انگشت تغییر میکنه، زاویه کشش تغییر میکنه. ببینید اینجا 90 درجه است، من اینجا نمیخوام، میام 90 درجه نسبت به جلوی سر. من میام حالا توی زاویه 135 درجه میکشم که جلوی موها بلندتر باشه. اگر خواستید جلوی موها رو بلندتر نگه دارید، به همین شکل همین کاری که من انجام دادم رو انجام بدید. ببینید الان چجوریه، همه موها نسبت به 90 درجه نسبت به سطح سره، ولی به سمت جلو که میاد فرونتال، قسمت فرونتال، جلوی سر بهش میگن فرونتال، اونجا یه مقدار بلندتره. دوباره به موها رطوبت میدم و میام به صورت افقی موها رو کوتاه میکنم. الگوی من کجاست؟ الگوی من همون لاینیه که از وسط جدا کردم به صورت عمودی و برش دادم. حالا میام به صورت افقی دستایمو رو بر میدارم، الگومو نگاه میکنم. ببینید الگومو نگاه میکنم، الگوم کجاست؟ اینجاست. و الگو رو که دیدم برش، دوباره قسمت بعدی لیفت میکنم و برش، دوباره قسمت بعدی لیفت، الگوی برشمو میبینم و کاتمو انجام میدم، دوباره الگومو میبینم. این خطی که لاینی که وسط ما جدا کردیم برش دادیم میشه الگوی برش دو طرف ما. به همین راحتی، اصلا کار سختی نیست، با تمرینم درست میشه. ممکنه بعد که بخوای خودت انجام بدی هی گم کنی، هی دستایمو رو گم کنی، قاطی کنی. ببین عزیزم، هیچ اشکالی نداره، شما باید تمرین کنی و یه چیز طبیعیه. حالا میایم سراغ این قسمت و دوباره همین لاین وسط الگوی این قسمت ما میشه، الگوی برش این قسمت ما میشه. ببینید الگو شد و کاتمون رو انجام دادیم. دوباره دسته بعد الگو و کاتمون رو انجام دادیم. حالا ممکنه به خودت سوال پیش بیاد، برات سوال پیش بیاد که آقا چه میزان دست مویی برداریم؟ شما 1 سانت الی 2 سانت میتونید دستای مو رو بردارید، کات کنید که دقیق در بیاد، تنظیم در بیاد. یهو یه دسته 4-5 سانتی رو نگیرید بکشید، چون اونجوری دیگه تنظیم کارتون تنظیم در نمیاد. خب میبینیم که اندازه است دو طرف، کاملا اندازه است. ولی میریم سراغ کراس چک. کراس چک چیه؟ وقتی شما به صورت افقی کوتاه کردید، به صورت عمودی کراس چک میرید، به همین شکلی که من انجام میدم. کراس چک برای این که شما سیستمتون سیستم لاانگشتیه، اوورفینگره، و ممکنه از دستتون موی در رفته باشه، تار موی در رفته باشه. توی کراس چک ببینید، توی کراس چک در میاد این اشتباهات و شما مو رو کوتاه نمی کنید. شما اونایی که از دستتون در رفته رو و میبینید از بقیه بلندترن و کوتاه نشدن رو کوتاه می کنید. به همین راحتی. کراس چک باعث میشه که کار شما تنظیم در بیاد. یعنی مشتری وقتی رفت خونه سرش شست، دست کرد داخل موهاش، موی بلندتر نیاد توی دستش. چون اگه این اتفاق رخ بده، مشتری میگه او این آرایشگر من کارشو بلد نیست. ببین موهای یکی از این موها یا یه قسمت از این موها بلندتر مونده. چرا؟ به خاطر اینکه شما کراس چک رو انجام ندادید. پس اگر من چیزی رو دارم بهتون آموزش میدم، این مهمه و دلیلش هم بهتون میگم که کاملا درکش کنید که چرا دارم این کارو انجام میدم. ایشون چون مدل موهاش ساده است یا کلاسیکه، موقعی که میره همون سرشو میشوره موها میریزه پایین و کوتاه بلندی داره. من میام موها رو به جلو شونه میکنم و فقط اون موهای اضافه، یعنی چی؟ یعنی کوتاه بلندی خیلی کم، اونا رو میگیرم که یه اندازه بشه. کوتاه نمیکنم، فقط اون بلندی کوتاهی ها رو میگیرم. حالا که موهای بالا کوتاه شد، میریم سراغ سشوار کشی. کلن موهای بالا رو سشوار میکنیم و بعدش که سشوار کردیم میریم سراغ کانکت کردن بغل به بالا. ببینید ردیف به ردیف از قسمت تاج سر شروع کردم سشوار کشی تا جلوی سر. بعد از این که سشوار کشیمون انجام شد، به خاطر اینکه قدمون کوتاست و نمیشه بیایم از تکنیک مثلا لاانگشتی استفاده کنیم بغل با بالا وصل کنیم،
میتونیم از شونه قیچی یا شونه ماشین که بهش میگن تکنیک اوورکامب سیزر یعنی قیچی یا اوورکامب کلیپر یعنی ماشین، میایم از تکنیک شونه و ماشین رو استفاده میکنیم و بغل به بالا رو کانکت میکنیم یا وصل میکنیم. حالا ممکنه برات سوال پیش بیاد آقا چجور وصلش کنیم؟ ببین به زاویه شونه من نگاه کن، شما سه حالت داره، یا میخوای بغل و گرد در بیاری، یا میخوای صاف در بیاری، یا میخوای مثلث شکل. پس اون زاویه رو به شونت میدی و ماشینت میاد پشت شونه برش میده، هر مویی که بیرون شونه است و برش میده. حالا من در بغل سر ایشون دارم یه مثلث و با زاویه خیلی کم، نه مثلث مال مثلث، زاویه خیلی کم نزدیک به مربع دارم در میارم، یعنی شکل سازی نهاییمو دارم مثلث به زاویه خیلی کم در میارم، به همین شکلی که تماشا میکنید. میشه بهش گفت گرجویشن. گرجویشن یعنی چی؟ یعنی فارغ التحصیلی. یعنی یه شکل مثلثی رو اگر در بغل سر دیدی میتونه گرجویشن باشه، یعنی حتما گرجویشنه. من اصطلاحات لاتینش هم به شما میگم که اگر دوست دارید که کلمه تخصصش هم بدونید گفته باشم خدمتتون. پشت سرم به روند افزایشی وصل میکنیم، کانکت میکنیم. ببینید این روش که دارم با شونه ماشین کار میکنم بهش میگن قطعه زنی، تیکه تیکه موها رو مثل قیچی با ماشین برش میدم و روند افزایشی رو طی میکنم. دوستان عزیز، اگر به هنر آرایشگری علاقه مندین و دوست دارید اونو به صورت حرفه‌ای یاد بگیرید، میتونید از محتوای آموزش آرایشگری چنل یوتیوب هم استفاده کنید. و اگر دوست دارید که خودم شخصا مربیتون باشم و یادتون بدم، میتونید کلاس حضوری و خصوصی منو در کشور ترکیه بردارید و من در خدمتتون هستم و در کمترین زمان به شما این هنر رو آموزش میدم. بریم سراغ ادامه کار. همونطور که میبینید با تکنیک اوورکام کلیپر روش قطع زنی دارم روند افزایشی پشت سر رو انجام میدم. ببینید شونه من هر چقدر بالاتر میره از سر فاصله میگیره که روند افزایشی شکل بگیره و موها از کوتاه به بلند و همدیگه وصل بشن. پس اینجا متوجه میشیم که شونه‌ای که داخل دستمونه خیلی مهمه. ماشینمون کارش فقط برش دادنه، موهایی که میان پشت شونه رو برش میده. این که ما چجوری شونه رو بگیریم و چه شکلی و چه زاویه‌ای به شونه بدیم، این خیلی مهمه. به شونتون تمام دقتتون به شونتون باشه، چون ماشین کارش اینه که برش میده، موی پشت شونه رو برش میده. پس شما باید به شونتون دقت کنید. حالا ما جدا از این که داریم کانکت میکنیم، یعنی بغل و به بالا داریم کانکت میکنیم، داریم شکل سازی هم انجام میدیم. باید شما با مو بیای نواقص سر رو بپوشونی. مثلا یه جا برآمدگی داره میتونی مو رو یه مقدار زیادتر بزنی، یه جا تورفتگی داره میتونی مو رو بلندتر بذاری که این تورفتگی رو بپوشونی. پس ما داریم اینجا شکل سازی میکنیم و بغل رو به بالا کانکت میکنیم. اینم از پایان کار. امیدوارم که این کارو دوست داشته باشید و توضیحاتی که دادم کامل بوده باشه. بعد از اتمام کار شما میتونید از حالت دهنده هم استفاده کنید. حالا ما از چسباکس استفاده میکنیم، یه مقدار خیلی اندازه به دستم میزنم و دستمو مالش میدم و بعدش به مو میزنم. اما شما میتونید از واکس استفاده کنید، از کرمو استفاده کنید، اسپری استفاده کنید. ببینید مشتری چی میخواد، یا اینکه اگر مشتری سلیقه‌ش رو به عهده شما گذاشت، شما میتونید چیزی که مناسب با جنس موی مشتری استفاده کنید. اینم از پایان کار. تا دور دیگر، بدرود.